پس از مرگ سلیمانی خطر درگیری قدرت‌های منطقه و جهان بار دیگر در خاورمیانه. آمریکا در همسایگی با ایران و در کشورهای سوریه، عراق، هند و افغانستان حضور نظامی دارد و با هم در رقابتند. حالا نوک پیکان آمریکا سیاست‌های ایران را در منطقه هدف گرفته است. مایک پومپیو، وزیر خارجه ایالات متحده در یک نشست خبری گفت ایران فعالانه برای ضعیف کردن روند صلح افغانستان کار می‌کند. در افغانستان بود دیگر از بحران دیده می شود که به توجه بیشتر نیاز دارد، یعنی دخالت ایران در آن کشور. ایران از پیوستن به اجماع منطقه‌ای و بین المللی برای صلح خودداری کرده و به صورت فعال و با حمایت دوامدارش از گروه های شورشی روند صلح افغانستان را نیز ضعیف ساخته است. گفته می شود ده ها گروه شبه نظامی در منطقه خاورمیانه از سوی نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران حمایت می شوند. اما این کشور هیچگاه نمی پذیرد که روند صلح افغانستان را ضعیف کرده است. جمهوری اسلامی ایران متهم شده است که از گروه طالبان در غرب افغانستان حمایت می کند. تهران با رد این حمایت می پذیرد که با گروه طالبان تماس دارد، ولی از چهره های نزدیک به طالبان میگوید این گروه در روند صلح تحت اثر هیچ کشوری نیست و نماینده های سیاسی طالبان از موضوع مستقیم و با استقلالیت تمام با امریکا در گفتگوان. گفته های آقای پامپیو در مورد ایران خب طبیعی است که دولت های متخاصم بین خود اتهامات را دارند، ولیکن ایران تأثیری نداره بالای طالبان که در مورد مذاکرات صلح تأثیرات منفی بگذارند. پس از آن که آمریکا ایران را مانع اصلی صلح افغانستان معرفی کرد، کابل هیچ واکنش از خود نشان نداد. اما پس از افزایش تنش‌های تازه میان تهران و واشنگتن، رئیس جمهور غنی گوش زد کرد هیچگاهی اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان بر ضد کدام کشوری استفاده شود.